در ارتباط با موضوع خشونت در روابط و ازدواج، دختری 34 ساله هستم در خانواده پر جمعیت، 4 برادر و 2 خواهر و من فرزند آخرم. متاسفانه به خاطر عدم مسئولیت پذیری پدر و مادرم، خانه ما یک میدان جنگ بود. هر روز بین 2 برادر من خواهرم دعوا بود و کتککاری و پدرم نسبت به این مسئله بی تفاوت بودن. الان سالها گذشته و هر کدوم سعی کردیم به نحوی خودمون رو نجات بدیم. مشکلی من دارم این هست که به خاطر مسائلی که داشتم حاضر نیستم به هیچ مردی اعتماد کنم و زندگی تشکیل بدم. حتی اگر در خیابان هم با صحنه دعوایی روبرو بشم دچار ترس و استراب میشم و میخوام ببینم برای این حل مشکلم چه کار میتونم انجام بدم. اولا که مردان زندگی شما اگر که هر ناراحتی رو پیش آوردن، اگه که هر خشونتی رو کردن، اگه مشکلی توی اون خونه بوده، یقینا اون آدم ها مشکلات خودشون رو داشتن، دردهای خودشون رو داشتن. کسی نمیخواسته به کسی آسیب بزنه. بهترین راهی بوده که بلد بودن که با این مشکل روبرو بشن. منتها اون چی که وارد فکر و دیدگاه و حس شما شده باید درمان بشه. اون عصبانیت، اون خشم، اون رنجش، اون ناراحتی، اون ترس ها باید درمان بشن. خیلی مهمه که یک مشاوری بدون استعمال از دارو بتونه از طریق تجربی با شما تمرین هایی رو انجام بده که بتونه به شما کمک بکنه که هم این گذشته رو به یاد بیارید، راجبش صحبت بکنید، ابراز بکنید، بگید، و هم اینکه احساسات و افکار و دیدگاه همه اینا باید درمان بشه تا شما بتونید آروم بشین و بعد دیدگاه جدیدی بیاد جایگزین اون بشه. و اینکه باید بخششی به وجود بیاد بین شما، بین اعضای خانواده، رابطه‌ای به وجود بیاد که در اون عشق باشه، درک باشه، فهم باشه، بخشش باشه، بخشش خواستن باشه، بخشش دادن باشه. اینا یه پروسه‌ایه که یک متخصصی رو لازم داره که بتونه تمام مراحل این پروسه رو باهاتون طی کنه. برای همین هستش که ما توصیه میکنیم که اگر توانایی و دسترسی دارید که بتونید برای ما بیاید و در کارگاه ها شرکت بکنید، در از یک 3 روز تمام این اتفاقا میفته. تمام اینا عملا همون تمام اون پروسه‌ای رو که من الان گفتم انجام میشه، حل میشه، تکمیل میشه، کنار گذاشته میشه و شما با یه روحیه جدید، با احساسات جدید، با دیدگاه جدید، با روان جدید میرید و به زندگیتون و به خانوادتون برمیگردید و این رابطه ها رو از نو میسازید. به همین علت یا باید یه مشاوری رو پیدا کنی که باهاتون کار بکنه روی مسائل که این تخصص رو داشته باشه. من کسی رو تو ایران نمیشناسم و اصلا هم توصیه نمی کنم کسی در ایران، برای اینکه این روانشناسی در ایران وجود نداره. شنیدم کسانی به تقلید از کار ما یه چیز بسیار بسیار مضر و بر علیه تمام دیدگاه های روانشناسی دارن اونجا ارائه میدن به اسم اینکه از ما اقتباس کردن. میخوام بهتون بگم تحت هیچ شرایطی اعتماد نکنی. اگه کسی داشت کار منو تو ایران میکرد خیلی خوشحال میشدم، خودم اطلاعاتشو بهتون میدادم و خب ما هم راحت میشدیم دیگه. نباید میومدیم بلند میشدیم میومدیم تا ارمنستان یا دبی یا هر جای دیگه. اینه که میخوام بهتون بگم تحت هیچ شرایطی من کسی رو تو ایران نمیشناسم که داره این کار رو به این کیفیت انجام میده. زمانی اگر شد که خودمون تونستیم این کار رو، کسی رو داشتیم که این کار رو انجام بده، حتما خدمتتون میگم. ولی نهایتا الان باید زحمت شو بکشید و تا ارمنستان بیاید. مرسی.